یکی از چیزهایی که تمام دستیارهای تدوین ازش بیزارن سینک کردنه. سینک یکی از چیزهاییه که قبل از اینکه بخوایم تدوین انجام بدیم حتما باید انجام بشه. کار خیلی وقتگیر و خیلی دردسرسازیه. خوشبختانه الان دو تا نرم افزار هستش که به صورت اتوماتیک این کار رو انجام میده. یکیش نرم افزار سینک اند لینک که سر فیلم فوکوس هم از همین نرم افزار استفاده شده بود. محصول شرکت اسیستد ادیتینگ، قیمتش $200 و شما کلیپ هاتون رو میتونید انتخاب بکنید، صداهاتون رو انتخاب بکنید، خودش برای شما به صورت اتوماتیک اون کلیپ ها رو با اون صداها سینک میکنه. یه نرم افزار دیگه هم هست که من به شخصه خیلی دوست دارم به اسم پلورال آیز و من راستش این نرم افزار رو ترجیح میدم به سینک اند لینک. باز قیمتش همون $200، محصول شرکت رد جاینت و توی این خودآموز ما کار کردن با این نرم افزار رو میبینیم. وقتی شما نصبش میکنین توی سیستمتون یه همچین اینترفیسی داره، خیلی ساده است و اینجا من یه سری کلیپ دارم که سر صحنه با دوربین 1 ما فیلم برداری شده، یه سری هم کلیپ هست که با دوربین 2 ما فیلم برداری شده. دوربین 1 ما یه کنون 5D بوده، دوربین 2 ما یه کنون 7D بوده و یه سری هم صدا به صورت جداگونه صدا برداری شدن. اما شما چطوری میتونید اتوماتیک اینا رو با هم سینک بکنید؟ خیلی راحت. شما تصویرهای دوربین 1تون رو انتخاب میکنید، درگ میکنید اینجا. همطور که شما میبینید اینجا به عنوان دوربین 1 کامرای 1 اینا شناخته میشن. تصویرهای دوربین 2تونه انتخاب میکنید و درگ میکنید اینجا. حالا به عنوان دوربین 2 اینا شناخته میشن و صداهاتون رو هم انتخاب میکنید و درگ میکنید اینجا. حالا اینه به عنوان آدیو ریکوردر شما شناخته میشن. به سادگی هرچه تمامتر و به راحتی حالا تمام این تصاویر شما نه تنها با این صداها سینک شده که هیچ، مولتیکم هم هستش. یعنی به طور مثال شما اگه بیایید اینجا میتونید ببینید که اگه من آن و آف بکنم این تصویر این دوربین رو، دقیقا یک کلیپ هست و دقیقا با هم اینا الان مچ هستش. یه نکته خیلی مهم برای اینکه این افزارها بتونن خوب کار بکنن، حالا چه سینک اند لینک چه پلورال آیز، نیاز به صدای شاهد دارن. یعنی درسته که دوربین 5D شما اون میکروفونی که روش هست صدای خوبی نمیگیره و صدایش کیفیت خوبی نداره، ولی برای این نرم افزار همون صدا کافیه که بتونه خودش اتوماتیک این کار سینک رو انجام بده. اینجا یه اخطار احتمالاً به من میده، ببینم این اخطار چی هست. میگه که این یه دونه صدا 2 ثانیه است و خیلی کوتاه، نمیتونم اصلا پاکش کنم، اهمیت خاصی نداره. حالا به همین سادگی همه این تصویرها با هم اینجا آنالیز شد، شما بخواید سینکش بکنید، این آیکون کوچولو سینکرونایز رو این وسط میزنید، به همین سرعت و به همین راحتی همه اینا با هم سینک شدن. میگه که 7 اخطار وجود داره. حالا ببینیم این 7 اخطار چیه. احتمالا یه سریش به خاطر اینه که یه سری کلیپ ها دقیقا مچ نیستن با هم. این کلیپ هایی که جدا فیلم برداری شدن، چون ما یه سری از صحنه ها رو بازیگرامون فعل بده های کار کردن، احتمال داره که 2 تا دوربین با هم مچ نباشن، یا مثلا یه جایی ممکنه صدا زودتر رفته باشه که مچ نباشه. این اخطاره که شما میبینید یه همچین علتی داره، دقیقا این چیزایی که اینجا هست. حالا الان که تمام تصویرها با هم سینک شده، چطوری میتونیم ما اینا رو اکسپورت بکنیم به فاینال کات؟ شما خیلی راحت میان اینجا اکسپورت تایملاین رو میزنید، فاینال کات پرو اکس رو انتخاب میکنید، میگید که create event with multicam clip. اگر خواستید که multicam هم باشن اینها و به شکل مولتیکم توی فاینال کات ببینیدشون، یه عنوانم اینجا داره create event with replaced audio که صدای اصلی رو حذف میکنه و صدای کیفیت بالای ما رو جاش میذاره. من معمولا ترجیح میدم دستی این کار رو خودم انجام بدم و خود این افزار چیز رو پاک نکنه. خب من اکسپورت رو میزنم،
از من میپرسه که کجا میخوای اینا رو اکسپورت بکنی. من توی هاردم دقیقا توی همین سکانس دو اینتریور هاست، میگم همین جوجه مناسبیه، اوپن رو میزنه و حالا اینجا به من میگه که میخوای تو کدوم یکی از این لایبرری ها این کلیپ ها اضافه بشه. من میام اینجا رادان لایبرری رو انتخاب میکنم، چوز رو میزنم. حالا تمام این تصاویر یه سری هم چون میخواد ازشون ایونت درست بکنه و یه سری هم میخواد مولتیکم درست بکنه، بخاطر همین دوبار ایمپورت میکنه. اگر شما مولتیکم رو آف بکنین فقط یه بار ایمپورت میشن. خب حالا من اگر بیام توی رادان لایبرری و اینجا رادان لایبرری رو ببینم، یه ایونت دارم که ایونت سینک تست که اگه بازش بکنم یه سری کلیپ اینجا هست که به این شکل توی یه تایملاین قرار گرفته و حالا همه این صداها با این تصاویر سینک شدن و دوربین شماره دو ما زیرش باهاش سینک شده، یعنی هم کار سینک انجام شده هم مولتی کم هستش اینا. من اگه بخوام میتونم بیام اینا رو آن و آف بکنم و دقیقا شما میبینید که تصویرا کاملا با صداها سینک و همه چی خیلی خوب و خیلی راحت انجام شده. و در این حال شما اینجا میتونید مولتی کمتون رو هم ببینید. اگر من این کلیپ مولتی کم رو باز بکنم، بازم به همین شکل میتونم بیام سویچ بکنم به دوربین شماره دو یا دوربین شماره یکم، یا اگر خواستم اینجا میتونم توی ویو بیام و مولتی کم رو انتخاب بکنم، شو انگلز، و حالا بذارید من اینجا اصلا آف بکنم بروزرم رو. این پنجره بروزرم من خیلی راحت میتونم اینجا از هاید بروزر مخفی بکنم. و حالا من اگر اینجا پلی رو بزنم، شما میبینید که کاری که چند تا دستیار تدوینگر، شاید حالا حداقل یه دستیار تدوینگر توی یه مدت طولانی بعد انجام میداد، این نرم‌افزار برای شما توی چند دقیقه انجامش داده و تر و تمیز اکسپورتش کرده به فاینال کات.